سر خط خبرها، سه کشوری که آماده کمک از هوا و زمین به نیروهای جبهه مقاومت هستند. آغاز پروازهای تجارتی از کابل. تیراندازی نظامیان طالبان در نزدیکی یک بانک. و در اخیر احتمال بازسازی القاعده در افغانستان. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خوش آمدید به یکی از دیگر ویدیوهای چینل وان اسمارت. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر ما کانال ما را سابسکرایب نمایید. پروازهای تجارتی از کابل به خارج فعال شد. بعد از وقفه چند روزه، امروز اولین طیاره تجارتی از میدان هوایی کابل به طرف دوحه پرواز کرد. با گزارش سپوتنیک، کانال تلویزیونی الجزایر خبر داده است که امروز اولین پرواز تجارتی از میدان هوایی کابل به طرف دوحه پایتخت قطر پرواز کرده است. الجزیره خبر داده است اولین پرواز تجارتی بین المللی بعد از اعلام دولت جدید افغانستان از میدان هوایی کابل به سوی قطر پرواز کرد. قابل ذکر است طیاره ای که از کابل به سوی دوحه پرواز کرده است اولین پرواز طیاره مسافربری خارجی می باشد که بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان به فعالیت آغاز نموده است که 115 مسافر خارجی را عمل و نقل می نماید. در همین حال سپوتنیک می نویسد تیراندازی هوایی طالبان به خاطر پراگنده کردن مردم از اطراف یک بانک در کابل. جنگجویان و گروه طالبان به خاطر پراگنده کردن مردم از کنار یک بانک در کابل دست به تیراندازی هوایی زدند. با گزارش سپوتنیک، جنگجویان گروه طالبان به خاطر پراگنده کردن شهروندان کابل که برای گرفتن پول در اطراف یکی از بانک ها در کابل گرد آمده بودند، دست به تیراندازی هوایی زدند. در ویدیویی که در شبکه های اجتماعی به نشر رسیده است دیده می شود که جنگجویان گروه طالبان برای پراگنده کردن شهروندان کابل که پس از روزها برای گرفتن پول در اطراف یکی از بانک ها جمع شدند، دست به تیراندازی هوایی می زنند تا از هرج و مرج جلوگیری کنند. بانک های افغانستان از تصرف شهرها از سوی طالبان بسته شد و حالا شهروندان افغانستان با کمبود پول مواجه شده و می خواهند ذخیره های پول خیش را بگیرند و برای مصروف روزانه مصرف کنند و یا اینکه با این پول از کشور بیرون شوند. این در حالی است که خبرگزاری فاق می نویسد وزیر دفاع آمریکا احتمال بازسازی القاعده در افغانستان وجود دارد. لاید آستین وزیر دفاع آمریکا می گوید احتمال بازسازی القاعده در افغانستان وجود دارد و ایالات متحده آمادگی دارد تا از بازگشت القاعده جلوگیری کند. او روز پنجشنبه 18 سنبله در پایان سفر خود به کشورهای حاشیه خلیج فارس و در کویت گفت ماهیت القاعده و داعش این است که آنها همواره در تلاش برای یافتن فضایی برای رشد و تجدید حیات خواهند بود، حالا چه افغانستان باشد و چه سومالی. آمریکا پس از آنکه طالبان از تحویل رهبران القاعده پس از حوادث 11 سپتامبر امتناع کرد، به افغانستان حمله و حکومت طالبان را سرنگون کرد. در طول جنگ 20 ساله در افغانستان حضور القاعده در افغانستان به شدت کاهش یافته بود، اما در حال حاضر با بازگشت طالبان به قدرت پس از خروج آمریکا نگرانی از احیای دوباره القاعده وجود دارد. با این حال وزیر دفاع آمریکا گفته است ما به اطلاع طالبان رسانیده ایم که نباید القاعده از افغانستان در آینده به عنوان یک پایگاه استفاده کند و انتظار داریم آنها همچنین اجازه ندهند. رهبران طالبان هم میگویند نه به القاعده و نه به داعش و هیچ گروه تروریستی دیگر اجازه نخواهند داد که در افغانستان فعالانه حضور داشته باشند و کشورهای دیگر را تهدید کنند. در همین حال چینل خبری جنرال انفو میگوید سه کشور آماده است که برای جبهه مقاومت در افغانستان از زمین به هوا کمک برسانند. در همین حال سپوتنیک می نویسد
پس از این پاکستان از روپیه در داد و ستت خود با افغانستان استفاده می کند. دولت پاکستان تصمیم گرفته است تجارت خود را با افغانستان به روپیه پاکستان تسویه کند. با گزارش سپوتنیک جیو تی وی با نقل از وزارت اقتصاد پاکستان گفته است که معاملات تجارتی این کشور با افغانستان با پول پاکستانی یعنی روپیه معامله خواهد شد، چون در حال حاضر کابل با کمبود دلار مواجه شده است. بر اساس این نشریه، کمبود دلار در افغانستان ناشی از انجماد ذخایر ارزی است که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به دولت قبلی این کشور پس از تصرف قدرت توسط طالبان اختصاص داده است. همزمان با تسلط طالبان بر افغانستان و گمانه‌زنی ها درباره نظام سیاسی آینده این کشور، بانک جهانی در بیانیه از توقف اختصاص و کمک های مالی به افغانستان خبر داده است. اقدام بانک جهانی در راستای توقف و پرداخت و کمک های مالی به افغانستان در حال صورت می گیرد که پیشتر نیز صندوق بین المللی پول دسترسی افغانستان به منابع مالیش شامل 440 میلیون دلار ذخایر پولی در این نهاد را به حالت تعلیق درآورده است. این در حالی است که واکنش غنی به اتهام انتقال پول دارایی من و نزدیکانم بررسی شود. اشت صبح می نویسد محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین کشور با رد اتهام انتقال میلیون ها دلار پول از خزانه دولت می گوید که حاضر است برای اثبات این قضیه داری های او و نزدیکانش زیر نظر بازرسان سازمان ملل متحد یا نهاد به طرف دیگر بررسی شود. رئیس جمهور پیشین کشور روز چهارشنبه 17 سوال با نشر اعلامیه در صفحه تویدیرش به اتهام بردن میلیون ها دلار پول از خزانه دولت از سوی وی به امارت متحده عربی واکنش نشان داده است. وی در 24 اسد به محض ورود طالبان به کابل کشور را ترک کرد و به امارات متحده عربی پناهنده شد. اشرف غنی در این اعلامیه‌اش گفته است که طالبان همان روز به گونه غیر منتظره وارد شهر شدند و وی پس از اصرار محافظانش به دلیل احتمال درگیری های وحشتناک کوچه به کوچه شبیه دهه 90 میلادی در شهر 6 میلیونی کابل کشور را ترک کرده است. تشکر از این که تا آخرین ویدیو همراه من بودید. منتظر پیشنهادات و انتقادات سالم شما هستیم. تا ویدیوی دیگر، بدرود.